درود درود به همه دوستان و عزیزان، امیدوارم که هر کجا هستید سلامت و تندرست باشید. درود بر شما، درود بر شما. صدا عالیه، بسیارم عالی. درود به همه دوستان، درود بر شما گرامی. درود درود به همه عزیزان. درود درود به همه دوستان و نازنینان. خب امروز پنجشنبه 14 دی ماه 2582 شاهنشاهی ایرانی در خدمتتون هستیم با یک گفتگوی دیگر از رستاخیز سیمرغ. 13 سال پیش در 14 دی ماه 1389 برابر با 3 ژانویه شاپور علیرضا پهلوی شاهزاده ایرانی به دست دیوان و ددان به قتل رسید. حالا خیلی شاید انتظار دارن که پادشاه یا شهبانو از کلمه خودکشی چرا استفاده میکنن و چرا نمیگن به قتل رسید، همونجوری که شاهدخت لیلا به قتل رسید، همونجوری که شاهنشاه آریامهر به قتل رسید، همونجوری که رضا شاه بزرگ به قتل رسید. خب اینا محدودیت های کلامی است که نمیشه. چرا صدای شما نازک و کلوف میشه؟ نه عزیزم، من صدام همینی که هست، خیلی هم نکره است، اصلا نازک نمیشه، صدای من خیلی نکره است. احتمالاً ایراد مال گوشی شماست. خب میدونید که احتمالاً در جریانش هستید که شاپور علیرضا با 2 گلوله به مغزش به قتل رسید و کسی که بخواد خودکشی کنه اولین گلوله رو که به مغزش شلیک کنه دیگه فرصت دوباره شلیک کردن رو نداره. بنابراین معمای بسیار بسیار زیادی هست در این جریان که بعد از سرنگونی جمهوری تروریستی اسلامی، زمانی که چرا دارم توضیح میدم، زمانی که پادشاه و خانواده سلطنتی، خانواده پادشاهی ایران از گروگان آزاد بشن، راجع به خیلی از این مسائل میشه صحبت کرد، خیلی اسرارش، اسنادش میشه منتشر بشه و خیلی مسائل دیگه. بنابراین همینقدر بدونید که شاپور علیرضا به قتل رسید. گفتم همونجوری که شاهدخت لیلا به قتل رسید و همونجوری که رضا شاه و شاهنشاه آریامهر توسط مافیای تروریستی بین المللی، اینجوری بگیم، به قتل رسیدن. روان شاد، یادش گرامی، و همیشه در دل ما ایرانیان زنده هستن شاپور علیرضای پهلوی. ای کاش ایشون زنده می بودن و این روزها رو می دیدن، آبان 98 رو می دیدن، دیماه 96 رو می دیدن، تابستان 1400 1401 رو میدیدن، فریادهای ایرانگرایانه در داخل ایران رو میدیدن. ای کاش زنده می بودن و امروز میدیدن که فرزندان ایران، فرزندان همون هایی که اومدن گفتن مرگ بر شاه، امروز در خیابان های ایران دنبال یاد و نام شاهنشاه و رضا شاه میگردن. کاش می بودن میدیدن امروز 5000 پرچم شیر خورشید تاجدار ایران در سراسر ایران به دست میهن پرستان رسیده، ولی خب نیستن. به هر حال بریم سراغ موضوع برنامه. داعش 57 مسئولیت حمله تروریستی کرمان را پذیرفت. این 57ش رو خبرگزاری ها جا میندازن و بگن که داعش مسئولیت حمله تروریستی کرمان را پذیرفت. داعش یک گروهی بود که
بین جریان‌های مافیایی شکل گرفته بود. هر کدوم از کشورها به سهم خودشون نیرو باید میفرستادن به این جریان. عین ناتو. ناتو چجوری یک پیمان نظامی بین 27 کشور، 30 کشور قدرتمنده و همشون باید نیرو بفرستن برای ناتو؟ داعش هم دقیقا همینه، منتها خارج از فقط این 30 کشور بلکه کل دنیا باید نیرو میدادن به یک جریانی به اسم داعش. و این داعش پیمانکاری بود در کنار جمهوری تروریستی اسلامی برای مقاصد شوم مافیای جهانی، و همشون هم با هم توافق کرده بودن که اگر کل حسن میرزا در نمیدونم بورکینافاسو، در سیبری، در اروپا، در هر کجای این کره خاکی ترقی در کرد، همه با هم میگیم داعش، داعش، شما هم بگید داعش، برای اینکه فرار کنن این مافیای بین المللی از مسئولیت جنایت هاشون. یه گروه لولوی رو درست کرده بودن به اسم داعش و یه مدت ازش استفاده کردن، بعدش هم فتیلش رو کشیدن پایین، تموم شد و رفته مال کارش. حالا جمهوری تروریستی اسلامی اومده میگه که داعش مسئولیت این حمله تروریستی رو بر عهده گرفت. یکی از خصوصیت‌های گروه تروریستی داعش اون زمانی که جنایت میکرد این بود که 2 ساعت نمیذاشت، یعنی 2 ساعت از انجام یک عملیات تروریستی 2 ساعت نمیگذشت که داعش یا همون آیسیس یا هر چیزی اسمش بود میومد بیانیه رسمی میداد. 2 ساعت نمیگذشت، یعنی امکان نداره شما در طول حیات گروه تروریستی داعش عملیاتی انجام شده باشه و مسئولیت پذیری داعش به 3 ساعت برسه. امکان نداره، همیشه داعش زیر 2 ساعت مسئولیت این اتفاق رو به عهده میگیره. و حالا جالبه که جمهوری تروریستی اسلامی بعد از نزدیک 20 خورده ای ساعت اومده که 24 ساعت تقریبا دوتا دلغک رو آورده، لباس داعش رو به تنشون کرده، یه پارچه چادر مشکی سکینه خانم زن خامنه ای هم برداشته، روش شروبر عربی هم نوشته و این دو دلغک میگن که بله ما هاشون هم که عربی بلد هم میدونید که ما مسئولیت این حمله رو به عهده میگیریم. و رسانه ها هم که خب پروپاگاندا دیگه، بله داعش پذیرفت، داعش پذیرفت. آخه یه کسی نیست بپرسه بگه آخه بر اون پدر و مادرتون لعنت، این داعش الان کجاست؟ دقیقا کجاست؟ چه امکاناتی داره؟ اون کاروان چند صد یا هزار توییت هایی که می اومد دوشگاه روش بود، اسلحه روش بود، اینا چی شدن؟ کجای این کره رفتن؟ زیر زمین کجا رفتن؟ کجا؟ مگه همین قاسم تروریست، قاسم کتلت، مگه نیومد در حضور علی خامنه ای گفت آقا ما داعش رو تمومش کردیم؟ مگر در دوره ترامپ نیومد گفت ما داعش رو تموم کردیم؟ مگر فرانسوی ها نگفتن ما داعش رو تموم کردیم؟ مگر همشون نگفتن داعش تموم شد دیگه، فاتح هم از صلوات؟ پس یه دفعه این داعش از کجا دوباره پیدا شد؟ برای این میگن داعش که بتونن ذهن، از یه توافق بین المللی هستا، گفتم وقتی مثلا فرانسه یه اتفاقی درش میفته میگه داعش، همه قبول میکنن، یعنی باید قبول کنن، همه هم باید محکوم کنن. وقتی آمریکا میگه داعش به همین صورت، وقتی جمهوری تروریستی اسلامی هم میگه داعش باز به همین صورت، و همشون باید روی این پیمان به قول معروف مورد قبول همشون باشه و همه هم دارن ازش استفاده میکنن دیگه، لولویی به اسم داعش. حالا من دیشب در مورد مسائل یا امتیازهای جمهوری اسلامی یا اهداف جمهوری اسلامی صحبت کردم. دیدم بعد از برنامه ما یک سری هم هستن و اومدن دارن سوال میپرسن و بسیار هم عالی که آقا جمهوری تروریستی اسلامی، تو که از این قبر قاسم تروریست میخواستی دنیا رو کیشومات کنی، تو که میخواستی همه عظمتت رو در مراسم این قاسم تروریست به رخ دنیا بکشی، مثل سالهای گذشته که از رئیس جمهورتون و وزیرتون و وکیلتون و سردارهای تروریست سپاه، بشکه های گوه، همه به ترتیب وای میسادن خانواده
قاسم تروریست و خانواده نمیدونم ابو مهندس ابو سگه و ابو سوته و همه تازیان جمع می شدن در این مراسم. چرا امسال هیچ کدام از سرداران سپاه تروریستی در این مراسم شرکت نکردن؟ چرا فرمانده کل سپاه پاسداران اون یارو بشکه گوه سلامی در تهران بود؟ چرا خانواده قاسم تروریست که پدرشون به درک واصل شده در مراسم سالگرد شرکت نکردن؟ و خیلی چراهای دیگه‌ای که چون جمهوری اسلامی پاسخی براش نداره، بنابراین بدو بدو چیکار کنیم؟ بندازیم گردن داعش. جونم بیا. درود بگو به دوستان. درود دوستان. خوب هستی؟ خوب هستی؟ خوب هستی؟ پاینده ایران؟ پاینده ایران. جاوید جا. تدیتا. جاوید جا. تدیتا. دوتا بوسم بفرست. حالا برو. شب بخیر. شب بخیر هم بگو. شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر. بول ازم. درم. شب بخیر. باشه برو. بله. و اینها سوال‌هایی بر ازم درم من. دستت میمون لا در. سوال‌هایی که درود بر شما. سوال‌هایی که جمهوری اسلامی پاسخی براش نداشته. حالا بیایم که چند تا از اظهار نظرهای اراذل و اراذل اوباش جمهوری اسلامی در مورد این سناریویی که اینها از قبل برنامه‌ریزی کرده بودن. و بعد در مورد امت سازی من دیشب صحبت کردم، گفتم جمهوری اسلامی دنبال یک امت جدیده. خب فکر کنید 200 خورده نفر، حالا جمهوری اسلامی میگه 80 نفر، ولی بالای 220 تن یا 220 تا آدم که حالا اکثرا هم، یعنی اکثرا که همه بلا استثنا جزء امت مسلمان همیشه در صحنه جمهوری اسلامی بودن، به جز اون بچه کوچولوهایی که گناهی نداشتن، یعنی این بچه ها هیچ گناهی نداشتن، اینا قربانی حماقت پدر و مادرشون شدن و رفتن جونشون رو از دست دادن. اما پدر مادرها همون گوساله، همون هایی هستن که گوساله به دنیا میان، گاو هم از دنیا میرن و براشون هم توفیری نداره، بیشتر زودتر میخوان برن به بهشت، زناشون میخوان برن از اون سیاهای هیکلی بهشون برسه، مرداشون هم میخوان برن دنبال حوری و پری بگردن. اینا اندیشه این اراذل اوباش همشون همینه دیگه، غیر از این که نیست. به هر حال اجازه بدید یه لحظه بریم سراغ اظهار نظر بعضی از مقامات تروریستی جمهوری ابله مشروطه اسلامی. مهدی احمدی نژاد رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان در روز چهارشنبه 13 دی ماه در گفتگو با شبکه خبری جمهوری اسلامی. بریم ببینیم چی میگه. بریم ببینیم چی میگه و چی دستمون میاد ها. ما که میدونیم جریان چیه، حالا اونایی که نمیدونن. عرض کنم نه نمیرسم. شهید و مجروح شدم و خب به هر صورت ما از قبل آمادگی اینو داشتیم و در حقیقت اون متاسفانه در این حمله تروریستی تعداد زیادی از هموطنانمون شهید و مجروح شدن و خب به هر صورت ما از قبل آمادگی اینو داشتیم و در حقیقت اون شرایط رو از قبل فراهم کرده بودیم. بیمارستانامون همه در شرایط آمادگی. ببخشید چی یه بار دیگه چی؟ از قبل آمادگی رو چی داشتید؟ شرایط چی آماده کرده بودید؟ از قبل آمادگی چهار ساله که قاسم تروریست به درک واصل شده. خب چهار ساله شما این بار آمادگی رو چی رو داشتید از قبل؟ و بعد که متوجه میشه چه سوتی داره میده، میگه بیمارستان های ما آماده بودن. کدوم بیمارستاناتون آماده بودن؟ کدوم بیمارستاناتون؟ برید ویدیوها رو نگاه کنید، جنازه های اقدس و سکینه و سغرا رو از امتی ها رو انداختن عقب وانت، تیکه تیکه انداختن عقب وانت دارن میبرن. کجا خودتون رو آماده، برای چی خودتون رو آماده کرده بودید؟ برای چی؟ شما که سال اول خاکسپاری به درک واصل شدن این تروریست بزرگ 70 تا گوساله زیر دست و پا
مردند و 4 سال هم هست دارید این سیرکو بازی میکنید. اولا امسال چرا هیچ کدوم از مقامات جمهوری اسلامی نبودن؟ چرا خانواده هاشون نبودن؟ و شما آمادگی چه چیزی رو داشتید؟ یعنی منتظر چه اتفاقی بودید؟ و اگر میدونستید داره این اتفاق میفته چرا این مراسم برگزار شد؟ مگر نمیگید سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی پشه رو تو هوا حامله میکنه؟ مگه 4 تا دستگاه اطلاعاتی امنیتی فلان ندارید؟ زورتون به 4 تا بچه رسیده بود که در زاهدان پرچم شیر خورشید تاجدار آورده بودن بیرون؟ بعد تو کرمان که اصلا جدا از هر چیزیش، خط ترانزیت مواد مخدر سپاه پاسداران هم هست، سیستم امنیتیتون ریده بود. بریم ببینیم آمادگی چیو داشته ایم. متاسفانه در این حمله تروریستی تعداد زیادی از هموطنانمون شهید و مجروح شدن و خب به هر صورت ما از قبل آمادگی اینو داشتیم و در حقیقت اون شرایط رو از قبل فراهم کرده بودیم. بیمارستانامون همه در شرایط آمادگی 100% بودن. به حمدالله علی‌رغم حجم زیاد مجروحین، ولی خدا رو شکر آمادگی بیمارستانهای ما در حد مطلوبی بود و تونستیم تا این لحظه کارو جمع کنیم. کار چیه جمع کنی؟ گوساله در این حمله تروریستی کار چیه تونستی تا آقا چه افتخاری میکنه تونستیم کار رو جمع کنیم. 223 تا آدم رو آش و لاش کردید زیر خاک، چیو جمع کنید؟ بعد آمبولانس نبود توی اونجا، عقب وانت مینداختن تیک پاره این جنازه ها رو میبردن. دست این رفته بود برای بدن اون، کله این اومده بود برای تن این. بریم یکی دیگه از مقامات جمهوری اسلامی هم با هم گوش کنیم. جمهوری تروریستی اسلامی، این هم گوش کنید، این جالبه. عزیزان همراه ما بودن، نکته‌ای که من بهش تأکید باید بکنم، جوانی که مجروح این حادثه ها در جهت استحکام پایه‌های نظام جمهوری اسلامی است. دوستان خوب دقت کنید، این حرفش رو خوب دقت کنید. این حوادث و این نوع حادثه ها در جهت استحکام پایه‌های جمهوری اسلامی است. این حرفو داشته باشید. حالا سندش هم براتون میارم، بقیه‌شو گوش کنید یه بار دیگه. صداش خوبه که دوستان براتون. این گونه حادثه ها در جهت استحکام پایه‌های نظام جمهوری اسلامی است. امروز هم که ما بازدیدی از مجروحین این حادثه داشتیم، عزیزان همراه ما بودن، نکته‌ای که من بهش تأکید باید بکنم، جوانی که مجروح شد و صحبتی باش داشتیم، اشک از دیدگانش جاری شد، تأسف می‌خورد که چرا شهید نشده. این گونه خب کاری نداره که تروریست، خب برو همونجا شهیدش کن، برو همونجا تو بیمارستان شهیدش کن. اون یکی در رفته بود از دست اون و ناراحت بوده. ببینید چی داره میگه. میگه این گونه حوادث در جهت استحکام پایه‌های جمهوری اسلامی است. شما اگر بخوای پایه‌های ساختمونتون رو محکم کنید چیکار میکنید؟ برای پایه‌های ساختمونتون اگه بخواید محکم کنید، خوب دقت کنید. حالا بریم سراغ فرمول اصلی بنیانگذار تروریست‌های جهان، سید روح الله مصطفوی کشمیری. حرف یارو رو شنیدید در جهت استحکام؟ اینم سندش. زنده ماندن استحکام دیجه هاست
بریزید خونها را. یه بار دیگه زندگی ما دوام پیدا نهزد، باید زنده بماند و زنده ماندنش به این خون ریزه هاست. بریزید خونها را. زندگی ما دوام پیدا می کند. بخشید ما را. ملت ما بیدارتر می شود. نهزد باید زنده بماند و زنده ماندنش به این خون ریزه هاست. بریزید خونها را. زندگی ما دوام پیدا می کند. بخشید ما را. ملت ما بیدارتر می شود. متوجه شدین؟ جمهوری تروریستی مشروطه اسلامی یعنی چی؟ یعنی این ماحصل چیزی که شما امروز دارید تو ایران میبینید، ماحصل عملیات های تروریستی مشروطه چیها و احزاب چپ توده و روده و چیریک و چروک بر علیه ملت ایران بود. یادتونه چند بار پادشاه رو ترور کردن؟ یادتونه چند نخست وزیر دوره شاهنشاهی رو ترور کردن؟ همینا بودن ها، همین مادر قوا. و اینها با بوی گوشت انسان سوخته در سینما رکس آبادان وارد کار شدن. پس جمهوری عبری عربی اسلامی کمونیستی مشروطه تروریستی است آخوندی جمهور، یعنی جمع اراذل اوباش، جمع تروریست ها، جمع ایران ستیزان، جمع مشروطه چی ها، همشون هم به مشروطه باور دارن. یعنی علی خامنه ای به مشروطه اعتقاد داره، سردار سلامی به مشروطه اعتقاد داره، سعید حجاریان به مشروطه اعتقاد داره، بختیار گجستک به مشروطه اعتقاد داشت، مصدق گجستک به مشروطه اعتقاد داشت، سنجابی و صدیقی و بقیه اراذل اوباششون مشروطه چی بودن. یکم بریم عقب‌تر، میرزا کوچک انگلی و شیخ خزعل و سیمیتخو و همه این جانوران ایران ستیز در قالب مشروطه خون ایرانیان رو میریزن. اون زمان هم ریختن. شما فکر میکنید شیخ خزعل کم خون ریخت؟ شما فکر میکنید اسماعیل سیمیتخو کم خون ریخت؟ شما فکر میکنید میرزا کوچک انگلی به نام اسلام، کمونیست به نام اسلام، کم خون ریخت؟ آفتی که ملت ایران رو گرفتار کرد توسط انگلستان و روسیه اون زمان، روس‌ها. حالا احسان باید جان خفه شما مادر فلان فلان شده بی پدر. این در مورد داستان تروریستی جمهوری تروریستی اسلام. دیدم شهریار ایران یک توییتی زد فوق‌العاده هوشمندانه و درست. احتمالاً دوستان خوندید توییت پادشاه رو و روی تلگرام و جای دیگه ایشون هم اومد و در سرتیتر این توییت ایشون ببینید به چی اشاره میکنه. بسیار هوشمندانه. کشته شدن تعداد زیادی از شهروندان از جمله کودکان در انفجارهای تروریستی کرمان به دست داعش نشان دیگری از مرگخویی و آدمخواری اسلامگرایی جهادی از یک سو و بیکفایتی و بیلیاقتی جمهوری اسلامی از سوی دیگر است. داعش و جمهوری اسلامی هر دو روی سکه تروریسم بنیانگرایان اسلامی هست. آقای جمهوری اسلامی میگی داعش؟ داعش که خودتی. اصلا داعش در مقابل جنایت‌های شما که 40 سال قبل از داعش، 35 سال قبل از داعش اومده بودید، اصلا روسفید تاریخه. در مقابله با عمل کرده جنایتکارانه شما، داعش اصلا روسفید تاریخه. و شما خیلی 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 سیاه تر از داعشید. یه مطلبی دیگه در مورد داعش و اخوان المسلمین و داعش و اخوان المسلمین و القاعده و امثال هم، من چند سال پیش در چندین برنامه هم چند وقت پیش هم اشاره کردم. شما میدونستید پول اون داعش و پول طالبان و پول القاعده
و پول اخوان المسلمین از کجا تأمین میشه؟ از زیر پای ما ملت ایران، از معادن گاز و نفت ایران در خلیج فارس. همون منابعی که میدانهایی که ایران با قطر مشترکه، ایران با کویت مشترکه، ایران با امارات مشترکه و ایران هیچ گونه برداشتی از اون میدانها نداره. همش رو قطر میکشه، کویت میکشه، امارات میکشه و سهم ملت ایران توسط قطر و رفقاش به دستور آمریکا و شرکاش به اخوان المسلمین و داعش و طالبان و القاعده و امثال هم تزریق میشه. پول حماس رو جدا از اون پولی که جمهوری تروریستی اسلامی نقدن میده، چمدون میده، سلاح میده، همون پولی که نتانیاهو به قطر گفته بود باید به حماس بدید سالی 22 میلیارد دلار یا همچین رقمی رو، اون پول از ذخایر گاز و نفت خلیج فارس که سهم ملت ایرانه قطر پرداخت میکنه. ولی شما فکر مونید قطر از جیب ننش میده؟ شما فکر مونید این پولا رو قطر از حلقوم ملتش میده؟ نه عزیز من، از سهمی که از اون معادن یا میدان ها میکشه قطر باید این درصدها رو پرداخت کنه. به همین سادگی. پس داعش، جمهوری اسلامی، القاعده، کوفت، زهرمار، همه اینها یک شبکه‌ای هستند که سال 57 نطفش در ایران ما متاسفانه بسته شد و ایران رو اشغال کردن. پس فرقی نمی‌کنه اسمش رو بذاریم داعش یا بذاریم جمهوری اسلامی یا بذاریم طالبان یا بذاریم اخوان المسلمین یا هر کوفت زهرمار دیگه. از خود ما ملت ایران این جانوران تغذیه میشن، چه اونایی که خارج از مرزهای ایرانن مثل القاعده و طالبان و امثال هم که حالا بخشش هم در داخل ایرانن، چه جمهوری تروریستی که در داخل ایرانه. خون این یا پول این داره از زیر پای من و تو ایرانی داده میشه و بعد من و تو میریم توی خیابون میگیم مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، به خیال خودمون داریم مشت محکم میزنیم بر دهان استکبار. نمیدونیم که ما هممون به نوعی نوکران استکباریم. چرا؟ چون نماینده استکبار داره به ما حکومت میکنه. برید سخنرانی های شاهنشاه آریامهر رو نگاه کنید. میگفتن شاه نوکر آمریکاست، نوکر انگلیس دیگه. برید سخنرانی هاشو نگاه کنید. برید موزگیری های شاهنشاه رو در مقابل اینها نگاه کنید. برید عملکرد سیاسی پادشاه ایران در مقابل اینها رو نگاه کنید و بعد بیایید عملکرد جمهوری تروریستی اسلامی هم نگاه کنید که میگفت نه شرقی نه غربی. الان زیرخواب شرقیه و زیرخواب غربی. این وسط اگه کسی بیاد بازم زیرخواب اونا هم هست. برگردیم بیایم سراغ جریان خودمون، ارتش سری. مطلبی رو دیشب عنوان کردم، از دیدم یارو مادر قهوه این قارقارکه کیه، این چلغوزه که خیلی از دوستان برام فرستادن، باور کنید به ایران سوگند، به ایران سوگند، به جان رستم که از همه چیز برای من عزیزتره، من یک ثانیه وقتم رو برای دیدن این اراذل اوباش و رسانه ها و در پیتی ها نمیذارم. اصلا وقت ندارم که بذارم، اصلا وقت ندارم. ولی دیدم چند تن از دوستان برای من تو دایرکت و تو تلگرام و آقای قاسمی این دوباره اومده فلان کرده و اسم ارتش سری هم آورده و حمله کرده به شما و گفته شما مزدورین و بسیجین و فلانی حرف. یارو کیه این قرارک رضا احمدیه؟ نمیدونم، هم زیرخواب نوکر شهرام شالاتان، زیرخواب شهرام همایون. آره اینا مزدور سپاهن و نمیدونم ارتش سری مال جمهوری اسلامی و از این شر و بر، همه امکانات دست این هاست و امکانات دست ماست؟ چه امکاناتی دست ماست؟ و این ما بودیم که داریم انقلاب میکنیم و این ماییم که داریم فلان میکنیم و حالا این سایبری ها، بسیجی های جمهوری اسلامی، یکیش تو سوئیس یکیش فلان. نه آغاز من، ارتش سری یک نفره، یعنی یک نفر داره کاراشو میکنه، اونم آقای رضا احمدی. خوب گوش کن، اون یک نفر هم شخص سعید قاسمیه، شخص سعید قاسمیه در خارج از ایران که داره این کارا رو هندل میکنه
وقتش و زندگیش و انرژیش و همه چیزش رو گذاشته که این کارها انجام بشه و این ساعت داره کار میکنه ارتش سری، این ساعت به کوری چشم شما. و البته اینم نه به دلیل این که بانو اونو باید دوباره بیارم، لینک ها رو بیارم، حالا اگر برسم امشب که نه، امشب میخوام راجع به ارتش سری صحبت کنم. اونم نه به خاطر این که من سعید قاسمی حواسم جمعه، نه، اصلا پلن ارتش سری، نقشه ارتش سری، نقشه راه ارتش سری هزاران سال پیش نوشته شده. برید تو منطقه تیر عطار و نیشابوری رو بخونید، برید تو شاهنامه فردوسی رو بخونید. راه نجات ایران توسط ارتش سری اتفاق میفته. اون روزی که قارقارک، اون روزی که جوونا توی ایران میگفتن رضا شاه، روحت شاه، جاوید شاه، بگو برگرد شاه، شهرام شارلاتان توسط سید حمیدرضا موسوی نژاد با نام جعلی شاهین نژاد که بارها در موردش صحبت کردم، با کمک مشتری حمال رفیقت امید نادان اومدن و بیانیه آخرین هشدار با آخرین ولیعهد رو امضا کردن. اون روز کی بود؟ آبان 94 گذشته بود، آبان 95 گذشته بود، آبان 96، یعنی آبان ماهایی که آغاز انقلاب ملت ایران بود. و در سال 96-97 اینها اومدن، درود بر شما، اینها اومدن بیانیه آخرین هشدار با آخرین ولیعهد رو امضا کردن و اون جنجال رو درست کردن. و توی بی شرف بی پدر مادر میرفتی رو خط شهرام همایون به شهرام شالاتان میگفتی استاد شما باید رضا پهلوی رو پاسخگو کنی، استاد یادت رفته هارون‌زاده؟ اینترنت ها همش موجوده ها، کافیه برید برنامه های شهرام شارلاتان در مورد آخرین هشدار با آخرین ولیعهد رو پیدا کنید، یک سلسله برنامه است. صدای این قارقارک رو میشنوید، پشت سر این من میرفتم بالا، هم به این میریدم هم به شهرام همایون، صدای منم هست، برید نگاه کنید. رضا احمدی نمیدونم کیه، مادر قهوه‌ای، به احتمال زیاد هم این شخص در ایرانه دوستان، اصلا آلمان وجود خارجی این شخص نداره، این شخص در ایرانه، یعنی این قارقارک یکی از این جانوران جمهوری اسلامی در ایرانه. تو تلویزیون ایران آریایی، کاندوم فروشی آریان وطنخواه، از این موجودات غیبی زیاده، از این موجودات غیبی یه روزگاری هم چیز بود، یه شخصی بود به اسم کوروش رادمنش، یادتون باید باشه، اینم غیبی بود، هیچ کسی هیچ کجا ندیده بودش. تا رستاخیز سیمرغ کل بیوگرافیش رو ریخت بیرون، شخصیست به اسم سینا، الان فامیلیش رو دقیق یادم نیست، تو برنامه‌های مختلف اسنادش رو ارائه دادم، سینا نمیدونم چی چی حالا، و در سوئد زندگی میکنه، مطلقه است، با یک پیرزن داره الان زندگی میکنه توی سوئد، آدرس و خونه و همه چیزش هم ما اعلام کردیم، که اومده بود میگفت حمله میکرد به رضا شاه دوم، یادتونه اون زمان. و تو کلن تو تلویزیون لگن فروش آریان وطنخواه آدم های غیبی که از داخل ایران به اسم مبارز خودشون رو جا میکنن زیاده. این قارقارک رو نگاه کنید، میگه من آلمانم دیگه، این نمیگه من آلمانم. شما یک ویدیو از این شخص بیارید در یک تجمعی در آلمان شرکت کرده باشه، یه ویدیو، اصلا یه عکس بیارید، یه عکس بیارید. من میگم سعید قاسمی هستم در سوئیس، تجمع میذارن جلوی سفارت میرم، تجمع میذارن در ژنو میرم، تجمع میذارن در زوریخ میرم، تجمع میذارن هر کجایی که از دستم برمیاد میتونم برم و میرم. شما چجور پادشاهی خواهی هستی که این همه تجمع تو آلمان گذاشته شده، کسی شما رو در آلمان رویت نکرده؟ حالا بیایم سراغ ارتش سری. مهم نیست حالا این جانوران چی میگن، ولی بذار این ویدیو رو برای من بفرست، کوروش جان، ویدیو شاهنشاه رو، همون یک دقیقه و خورده‌ای که ما رو کلیپ گذاشتیم، و اگر توی لایف هستی اون ویدیو رو برای من بفرست، اگرم نیستی که خودم بیارمش. من پاسخ شما رو و پاسخ ایران ستیزان رو از زبان پادشاه میگم،
آقا شاهنشاه آریامهر پاسخ شما رو داده، اصلا من چی کارم؟ من سعید قاسمی چی کارم؟ خود پادشاه پاسختون رو داده، باور نمی کنی؟ بریم نگاه. خوب دقت کنید ببینید پادشاه چی میگه. بدون شک عوامل سیاه ارتجایی که به خاطر حفظ منافع خود ملت ایران را در قرقاب مذلت و فقر و بی‌عدالتی میخواهد، در قبال این تحول عمیق و اساسی از پای نخواهد نشست. همچنین قوای مخرب سرخ که هدفش اضمحلال مملکت و تسلیب آن به اجانب است، از پیشرفت این برنامه ناراضی و در تخریب آن خواهد کوشید. در اینجا من به حکم مسئولیت پادشاهی و وفاداری به سوگندی که در حفظ حقوق و اطلاع ملت ایران یاد کرده ام، نمیتوانم ناظر بی‌طرف در مبارزه قوای یزدانی با نیروهای اهریمنی باشم، زیرا پرچم این مبارزه را خود بر دوش گرفتم. شنیدید سخن پادشاه رو؟ همون مبارزه نور با بر تاریکیه، همون صحبت سر ارتجاع سرخ و سیاهه. حالا امروز ارتجاع سرخ و سیاه نوین. چه کسانی ناراحتند از اینکه پرچم شیر خورشید تاجدار ارتش رضا شاهی داخل ایران پخش بشه؟ کی میتونه ناراحت باشه به نظرتون دوستان؟ کی میتونه ناراحت باشه از این که یک جریانی، یک آدمایی زندگیشون رو، مالشون رو، وقتشون رو، جونشون رو گذاشتن وسط و توی این آشفت بازار کمپوزیسیون و جمهوری تروریستی اسلامی دارن به سراسر ایران پرچم شیر خورشید تاجدار میفرستن؟ کی میتونه ناراحت باشه؟ به ایران سوگند، به ایران سوگند. اینقدر که اپوزیسیون از این جریان وحشت داره، جمهوری اسلامی وقت نمیکنه به این جریانات حتی فکر کنه، اما اپوزیسیون به شدت وحشت داره، به شدت وحشت داره از اینکه این پرچم در کرمانشاه، در سنندج، در سرین، در اردبیل، در تبریز، در ارومیه، در رشت، مازندران، بگیرید بیاید شمال شرقی ایران، بیاید پایین سیستان و بلوچستان، برید اینور چابهار و هرمزگان و بیاین اینور خوزستان و بیاین بالا و مرکز ایران. انقدر که اپوزیسیون وحشت کرده، جمهوری اسلامی انقدر هنوز وحشت نکرده. ترستون از چیه؟ مرگتون برای چیه؟ مگه نمیگی جاوید، اعلی حضرت، سیروس، رضا شاه دوم، پهلوی سوم؟ خب بی پدر مادر، این که پرچم ارتش سری که پرچم حزب من نیست، که پرچم من نیست، که پرچم رضا شاه. وحشت شما چی از این؟ دکوناتونو تعطیل کردین؟ آها، میدونید جریان چیه دوستان؟ جریان اینه که 44-45 سال، 44 سال به ما مردم ایران تلقین کردن، گفتن که بشینید، اپوزیسیون داره برنامه ریزی میکنه برای سرنگونی جمهوری اسلامی. 45 سال تلویزیون های رنگا به رنگ، از همه رنگ، شورت و کرست سفید، تلویزیون اینترممه، تلویزیون اینترپستون، تلویزیون اینتررون برامون گذاشتن که بشینید ما داریم کارهایی میکنیم که جمهوری اسلامی رو سرنگون کنیم. احزاب و جریان های رنگا به رنگ، از همه رنگ، و مردم رو نشوندن پای منبر. یه مثال براتون میزنم، شما فکر کنید یه تعداد آدم هستیم، این تعداد آدم توی بیابون گیر کردیم، توی بیابون گیر کردیم، حالا میتونه تا چی بهش میگن طوفان هم شروع بشه. خب داریم از سرما و از گرسنگی و از همه چیز تلف میشیم، شرایطی که امروز در داخل ایرانه.
منتظریم یک ناجی، یک امداد غیبی بیاد کمکمون کنه. یه سوراخ‌هایی باز شده بود به اسم اپوزیسیون و رسانه و ما رو سرگرم میکرد، از گل و بلبل برامون تعریف میکرد، از رویاهای خوب برامون تعریف میکرد و میگفت بزک نمیر، بهار میاد، هندونه با خیار میاد. این عملکرد اپوزیسیون در 40 و چند سال گذشته بود. حالا یه جریانی اومد به اسم ارتش سری، اومد گفت آی هم میهنی که نشستی توی بیابون و داره طوفان میاد، داره نابود میشی، خونه بالا سرت نیست، بیا آستیناتو بالا بزن. درسته امکانات نداری، درسته نمیتونی تیر آهن بخری، درسته نمیتونی تیرش بلوک بخری، درسته نمیتونی دیوار بتونی بخری از پیش آماده، اما میتونی از خاک همون بیابان با آب خشت درست کنی و این خشت ها رو بچینی رو هم رو هم رو هم رو هم تا بتونی برای خودت اون خونه ای که در رویا فکر میکردی اونها قراره برات درست کنن، خودت با بازوی خودت درستش کن. ارتش سری اومد این کارو کرد، گفت مردم نشستید که دیگران براتون ساختمون بسازن، خونه بسازن. آقا با نشستن و زل زدن به بیابون و زل زدن به زمین خالی و زل زدن به تلویزیون و دست به دعا بردن و ایشالله ماشالله کردن، آیا خونه درست میشه؟ آیا ساختمون درست میشه؟ ساختمون چجوری درست میشه؟ من یه زمینی دارم 5000 متر، میخوام توش یه ساختمون 10 متری بسازم. حالا صبح تا شب برم بالا سر این زمین وایسم نگاش کنم، تو رویام خونه بسازم، منتظرم یه تیم امداد غیبی از فضا بیاد برای من خونه رو بسازه. 5000 سال هم که بمونم اون خونه ساخته نمیشه، تا زمانی که خودم آستینامو بالا بزنم و شروع کنم به ساخت این خونه. شاید 5 سال طول بکشه، ولی بعد از 5 سال اون خونه رو ساختم، چون خودم شروع کردم به کار کردم. ارتش سری اومد گفت مردم همه اینها سرابه، میخواید آزاد بشید، میخواید نجات پیدا کنید، آستینا رو بزنید بالا، از صفر شروع کنید، اما خودتون شروع کنید. یعنی منی که در خارج از کشور نشستم برای شما رویا پردازی نکنم، سناریو بهتون نفروشم، رویا بهتون نفروشم، دروغ بهتون نگم، فکر کنید من دارم این کار رو میکنم همچنان تو خواب بمونید. نه، خودتون باید دست به کار بشید و ارتش سری این کار رو کرد. امروزی که ما داریم با هم صحبت میکنیم، آدم هایی در ارتش سری دارن کار میکنن که از زندگیشون گذشتن، یعنی دیگه شعار نیستن، دیگه فیک نیستن، دیگه بی تفاوت نیستن، دیگه منتظر تلویزیون خوب اینتر آشغال و تلویزیون خوب انوگو و نمیدونم قارقارک و مارقارک و شارلاتان و نتانیاهو و ترامپ و سگ و سوته نیستن. خودشون دارن قدم میزنن به مسیر انقلاب. یعنی ارتش سری آدمهایی رو دور هم جمع کرد که این آدمها وارد میدان شدن و دارن کار عملی و عملیاتی انجام میدن. ویدیوهای رو در آینده نزدیک، شاید در چند روز آینده پخش میکنم، از شهرهای مختلف و دستگاه و چرخیاتی های مختلف، خونه های مختلف، آدم های مختلف که دارن کار میکنن، شبانه روز هم دارن کار میکنن و دارن پرچم شیر خورشید تاجدار تولید میکنن و نه فقط تولید میکنن بلکه خودشون هم مسئول پخشش شدن. یعنی آدم های بی تفاوت چند ماه پیش، امروز بخششون اومدن وارد میدان شدن، وارد صحنه شدن. این آدم ها دیگه منتظر اپوزیسیون نمیمونن، این آدم ها دیگه پای منبر رژیم اینتر آشغال و دی بی سی و این و اون و اون نمیمونن، این آدم ها منتظر نمیمونن حزب فلان و حزب فلان و حزب فلان اتحاد کنن و بیعت کنن و ائتلاف کنن و سیرک را بندازن. نه، این آدم ها پاچه ها رو زدن بالا، دمپایی ها هم در آوردن گذاشتن کنار، خاک جمع کردن، آب بهش گرفتن،
گل درست کردن، رفتن تو گل دارن لغت میزنن که خشت بسازن، خشت. و این خشت ها رو روی همدیگه روی همدیگه روی همدیگه میذارن و اون خونهی که آرزوش رو داشتن به زودی میسازنش. ارتش سری این کارو کرد. این بزرگترین ضربه رو هم به جمهوری تروریستی اسلامی میزنه و هم به کمپوزیسیون و شرکاش. ناراحتی این ارازل و باش از شهرام شارلاتان و دیگرانشون بگیرید تا این جک و جنو برای کتوله های سیاسی مثل این قارارک از اینه. شما وقتی ارتش سری داره این کارها رو انجام میده، دیگه کسی نمیره بشینه پای تلویزیون آریان وطنخوار، کسی نمیره بشه شرورهای اینا رو نگاه کنه. آقا 5 سال 4 سال سیاوش آذری یه حماقتی کرد، توی اولاغ رو از تیم شهرام شارلاتان آورد تو تلویزیون آریان وطنخوار. 5 سال این تلویزیون دستت بوده، چه غلطی کردی؟ میشه بگی؟ میشه بگی چه غلطی کردی؟ ما 1 سال با همین لایو اینستاگرام 5000 پرچم شیر خورشید تاجدار در ایران تولید و 5000 نیروی انقلابی به معنای واقعیش جذب کردیم و سازماندهی کردیم. شما چه کار کردید؟ شما ارتباطی دارید با فخرآور؟ فخرآور هم یه مادر قبس مثل همشون. و درد اینها دوستان از اینه که ارتش سری دیگه اون بخش بی تفاوت یا اون ملت بی تفاوت رو داره تکون میده میاره وسط. خیلی هاشون دارن میان وسط. هر کدوم از این آدمایی که پرچم شیر خورشید تاجدار ارتش سری رو گرفتن و عضو ارتش سری شدن دارن با فامیلشون صحبت میکنن، با عموشون، خالشون، داییشون، برادرشون، دامادشون، پسرشون، دخترشون، و دارن اینها رو متقاعد میکنن که خودمون باید خونمون رو بسازیم. کسی برای ما خونه نمیسازه، خودمون باید کشورمون رو پس بگیریم. و این خیلی ضربه بزرگی به اهریمن زده، چون خمینی اومد همون ابتدای صحبتاش فتوا داد، حکم داد، حکم جهاد داد، گفت پدر باید پسرش رو بفروشه، پسر باید پدرش رو بفروشه. اگر کسی در خانه‌اش منافق است، پسره موظفه بیاد بفروشش به کمیته. یادتونه؟ یادتونه چقدر جوون توسط پدر مادرانشون دستشون گرفته شد، بردن کمیته و جنازه هاشون رو تحویل گرفتن؟ یادتونه چقدر پسر پدر و مادرش رو برد تحویل کمیته داد و جنازه تحویل گرفت و تخم بی تفاوتی و نفرت رو در دل خانواده های ایرانی کاشت؟ نتیجه‌ش هم شد این 45 سال بشینیم، 1-2 سال شهرام شارلاتان میذارم اون سر کار، 5 سال حخا میذارم اون سر کار، 3 سال نمیدونم این میذارم اون سر کار، 2 سال اون بذارم اون سر کار، 25 سال اون بذارم اون سر کار. خب 45 سال عمرمون تموم شد، کشورمون هم نابود شد. حالا ارتش سری میگه این بازی تمومه. خیلی وقت گفتیم تمومه. حالا میخواد جفتک به تاق طویله بزنید، برید بزنید. یه بار دیگه سخن شاهنشاه آریامهر رو با هم دیگه گوش کنین و بعد از حضورتون مرخص میشه. بچه های شیراز، شیراز و اطراف، بچه های کرمانشاه، ارتش سری، بچه های کرمانشاه، بچه های خرم‌آباد و اطراف، بچه های رشت و اطراف، بچه های اصفهان و اطراف و بچه های خوزستان و اطراف، بچه های بندرعباس و اطراف که با همدیگه صحبت کرده بودیم در مورد پرچم های شیر خورشید تاجدار، هدیه هاتون رسیده. پیام بذارید تا هماهنگ کنیم. مخصوصا بچه های کرمانشاه که خیلی زیاد بودید، خیلی خیلی زیاد بودید، هدیه هاتون رسیده و منتظرم پیاماتون رو بذارید تا با هم دیگه هماهنگ کنیم، هدیهاتون رو دریافت کنید. بریم سخن شاهنشاه آریامهر رو با هم دیگه گوش کنیم دوستان. یه بار دیگه
و حجم پرچم شیر خورشید تاجدار رو ببینید، حجمش رو ببینید فقط. این یکی از مراکز پخش در یکی از شهرستانامونه. بدون شک عوامل سیاه ارتجایی که به خاطر حفظ منافع خود ملت ایران را در قرقاب مذلت و فقر و بی‌عدالتی می‌خواهد، در قبال این تحول عمیق و اساسی از پای نخواهد نشست. همچنین قوای مخرب سرخ که هدفش اضمحلال مملکت و تسلیم آن به اجانب است، از پیشرفت این برنامه ناراضی و در تخریب آن خواهد کوشید. در اینجا من به حکم مسئولیت پادشاهی و وفاداری به سوگندی که در حفظ حقوق و اطلاع ملت ایران یاد کرده ام، نمیتوانم ناظر بیطرف در مبارزه قوای یزدانی با نیروهای اهریمنی باشم، زیرا پرچم این مبارزه را خود بر دوش گرفتم. بله، اینم سخن شاهنشاه آریامه در مورد ارتجاع نوین سرخوسیایی که همین الان هم هستن و سعی در تخریب ارتش سری دارن. براتون گذاشتم دیگه مهران مدیری و سناریوهاش و رژیم تراشخال که دیشب میگفت برید اینجوری کنید جمهوری اسلامی سرنگون میشه، ویدیو بگیرید اینجوری جمهوری اسلامی سرنگون میشه. نه، جمهوری اسلامی با کار عملی سرنگون میشه، با شبکه سازی، با کارهای میدانی، با سازماندهی، با بیدار کردن آدمهای با وجود جمهوری اسلامی سرنگون میشه. جمهوری اسلامی با پای تلویزیون نشستن، پای منبر نشستن سرنگون نمیشه. 45 سال گذشته، 450 سال دیگه هم به همین منوال ادامه پیدا کنه، جمهوری اسلامی سرنگون نمیشه. جمهوری اسلامی زمانی سرنگون میشه که من و تو ایرانی خودمون وارد میدان مبارزه بشه و ارتش سری داره این کارو میکنه. بچه های نورشاهی نیستن، نگران نیستم، ولی خیلی دلگیرم از بچه های نورشاهی. چندین شبه دارم ازتون درخواست میکنم که بیایید بذارید کمک کنید، بذارید این حرکت ها انجام بشه، بیایید کمک کنید، بذارید چرخ های ارتش سری به چرخه، بیایید کمک کنید این روغن چرخ دنده های ارتش سری رو شما در نور شاهی باید تزریق کنید. ولی متاسفانه خبری ازشون نیست. نمیدونم کوروش جان، من سررشته زیادی در مورد اون چیزی که شما گفتی عزیزم چون ندارم، نمیتونم زیاد هم بهش اشاره کنم. یک خبری رو جمهوری تروریستی اسلامی اعلام کرده، تاراج اشیای عتیقه ناب ایرانی به چین، اجاره دادنشون به چین. دقیقا اینا رو برای این دارن اجاره میدن که چینی ها کپیشون رو بسازن، چینی ها کپیاشون رو بسازه و کپیشو بدن جمهوری اسلامی بذاره تو موزه و اصلشون به تاراج بره. من چون این چیه؟ این همون جام تپه مارلیک هست، 5000 سال قدمت داره و اینجا در دست شاهنشاه آریامه هم میبینید اینو، این تاج رو. خلاصه جمهوری اسلامی، جمهوری تروریستی، این بخشی از جمهوری تروریستی اسلامی با خودش قرارداد بسته که یکی از مافیاهاش قرارداد بسته که اشیای عتیقه ایرانی رو، مخصوصا اشیای کلیدی مثل اون ریتون، اگه یادتون باشه عکس ریتون رو دارم من اینجا برام فرستادی کوروش، عکس ریتون رو برام فرستادی یا نفرستادی؟ این گوساله رو نگاه کنید، این گوساله قیافش رو ببینید، انگوشش هم مثل انگوش صمد آقا بالاست. این مسئول تاراج میراث ملی ایران به خارج از کشوره، این گوساله که اینجا دارید میبینینش. خب بذار من برگردم. بله، این یکی از جامهای زرین ایرانیه که چین براش کیسه دوخته به خاطر اینکه جعلیش رو بزنه، اصلش رو بدوزن، جعلیش رو بذارن توی موزه های ایران. ملت ابله هم که خوابن دیگه، اصلا براشون مهم نیست. این هم همون جام قبلیه که توضیح دادم در موردش.
و اینم ریتون بالدار ایرانه، شیر بالدار. اینها همه رو چین با جمهوری اسلامی قرارداد بسته که اینها رو ببره و احتمالاً کپیشو رو بزنه، کپیشو بفرستن ایران و اصلش از ایران برای همیشه خارج بشه، همونجوری که الماس کوه نور رفت، همونجوری که دریای نور رفت، همونجوری که تابلو فرش ها و تابلوهای نقاشی گران قیمت کاخهای ایرانی رفتن و همونجوری که بقیه موزه های ایران خالی شد. بذار ببینم دارم نشون میدم، فکر میکنم همین رو. بله، این تعدادی از این اشیای عتیقه است که چین طی قراردادی با بخشی از مافیای جمهوری اسلامی قرار از ایران خارج کنه. اینا رو به زودی نمیدونم یا از ایران خارج کردن یا قرار به زودی از ایران خارج کنن و همه اینها جزء آثاریه که بالای 5-6-7 هزار سال قدمت داره. اینا ریشه ایرانیه، اینا تاریخ ایرانه، اینا فرهنگ ایران، اینا هر آن چیزی است که ما داشتیم و داریم. بذار خبر ایرناش هم برامون فرستاد، این خبر ایرناش هم بدم. حتی در مورد اینها آقای بابک امیدوارم لایف هایی بذاره و در مورد اینا توضیح بده. این دختر کوچولوی ما هم حد سر لایف ما که میشه کودتا میکنه، اینم یه چیزایی فهمیده. بعد اینم خبرگزاری ایرنا، این آثار تاریخی و ارزشمند به چین می رود. مدیر اداره کل موزه ها با اشاره به برگزاری نمایشگاه شکوه ایران و باستان گفت برای برگزاری این نمایشگاه آثار متنوعی از دوره‌های تاریخی و اسلامی به چین ارسال شده. رفته که در میان آنها جام زرین ماردیک، بشقاب‌های نقره‌ای ساسانی و آثار تخت جمشید نیز قرار دارند و یک سال در موزه های مختلف چین به نمایش در خواهند آمد. خب این یعنی خداحافظ با این آثار باستانی و تاریخی ایرانی. بر روی سپاسگزارم از همه دوستان. پاینده ایران، جاوید شاه و بدرود.